سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. برنامه ویژه این هفته ما اختصاص داره به رخدادهای جهان هنر در دوره بحران کرونا. در برنامه این هفته، هنرهای تجسمی، ادبیات، هنرهای نمایشی، سینما. در هفته‌های اخیر با تعطیلی موزه‌ها و گالری‌ها در خیلی از کشورها دسترسی به این مراکز هنری و فرهنگی هم قطع شد و هنرمندها هم یکی از راه‌های اصلی ارتباط با مخاطبشون رو از دست دادند. اما در این حال این اتفاق سبب خیری شد تا نهادهای فرهنگی و هنری دستی به سر و روی وبسایت‌ها و صفحات بازدید مجازیشون بکشند و دنبال راه‌ها و ایده‌های تازه‌ای باشند تا کارهای هنری رو به مخاطبشون ارائه بدن. فرصت طلایی برای مخاطب تا از مجموعه‌های بزرگ موزه‌های جهان بازدید کنه. تجربه دیدن تاریخ چند هزار ساله هنر در یک نگاه منحصر به زمانه ماست. احتمالاً بیشتر خالقان این آثار هیچ وقت فکر نمی کردن که زمانی عنصر سومی به اسم صفحه نمایش بین کارهای اونا و مخاطبشون قرار بگیره. موزه بریتانیا یکی از جالبترین ابزارهای دیجیتالی رو در اختیار بازدید کننده هاش قرار داده. نقشه تعاملی جهان هنر. توی این نقشه هر نقطه در واقع یک شیء باستانیه که رابطه تاریخی اون با اشیای دیگه از طریق خطهای رنگی مشخص شده. با کلیک کردن روی هر نقطه میتونید به پنجره مربوط به اون شیء وارد بشید و اطلاعات دقیق مربوط به اون شیء رو بخونید. This dirham coin of Kai Khosrau II is from the Seljuk dynasty of Anatolia, which dates to 1241 to 42 AD. اما یکی از پربازدیدترین وبسایت‌ها در دوران تعطیلی موزه‌ها صفحه فرهنگ و هنر گوگل بوده که امکانات متنوع و بیشماری رو برای مخاطب‌هاش فراهم کرده. جدای از بازدید مجازی از هزاران موزه و مکان توریستی، گوگل روش‌های جالبی برای ارتباط با شاهکارهای تاریخ هنر پیدا کرده. مثلا اینجا میتونید تصویر امروزی منظره‌هایی رو ببینید که بعضی از مشهورترین نقاشی‌ها در اونجا کشیده شدن. برای نمونه این اثر معروف از گراند وود که سال 1930 میلادی کشیده شد. میتونیم ببینیم که خونه پشت سر شخصیت‌های نقاشی هنوز پابرجاست. یا این نقاشی مشهور از کاسپار داوید فردریش در سال 1810 که از خرابه‌های این کلیسای گوتیک در آلمان کشیده شده. همینطور میتونید به آثار هنری مورد علاقتون بیشتر نزدیک بشید و جزئیات اونا رو با دقت بررسی کنید. برای مثال این نقاشی معروف که فرانسیسکو گویا در سال 1798 میلادی کشیده.
خیلی از موزه ها و مکان های باستانی هم از تکنولوژی تصویربرداری فراگیر گوگل استفاده کردن و نماهای جالبی از ساختمان هاشون و کارهای هنری به نمایش گذاشتن. مثلا میتونید از زاویه های مختلف ساختمان منحصر به فرد موزه گوگنهایم در بیلبائو اسپانیا رو ببینید، یا حتی میتونید به کنیا برید و از موزه ها و مکان های باستانیش دیدن کنید. امروز بیشتر از هر زمان دیگه ابزارهای مختلف دیجیتال در اختیار ما هستند تا کارهای هنری رو از صفحه نمایش ببینیم. اما آیا این جام جهان نما میتونه جایگزین تجربه بازدید حضوری بشه؟ با تعطیلی کتاب فروشی ها و لغو و به تأخیر افتادن نمایشگاه های کتاب از جمله نمایشگاه کتاب تهران بر سر صنعت نشر چی اومده؟ توی این مدت خیلی از جلسه های نقد و بررسی کتاب، سخنرانی نویسنده ها و داستانخوانی به طور آنلاین برگزار شده. در این حال هم نویسندگی در دوران خانه نشینی پرطرفدار شده. برای همین بعضی از انتشاراتی های داخل و خارج ایران برای چاپ مجموعه داستان هایی که در دوران قرنطینه نوشته شده فراخوان دادند. یکی از این انتشاراتی ها نشر ناکجا، ناشر کتاب های فارسی زبان در فرانسه است. برای همین میخوام با تینوش نظمجو، مدیر این انتشاراتی و مترجم صحبت کنم. آقای نظمجو، تاثیر شیوع ویروس کرونا تو این مدت بر صنعت نشر چی بوده؟ میشه گفتش که این پاندمی در واقع یه جورایی همه رو به صورت مساوی در واقع کنار هم قرار داد، یعنی چه ناشرای خارج از کشور، حالا فرانسه یا کشور دیگه غربی، چه ناشرایی که تو ایران بودن مجبور شدن که کارشون رو متوقف بکنن. به همین دلیل من میدونم که ناشرهایی که داخل کشور هستن، خیلی هاشون و خود ما هم خارج از کشور، سعی کردیم در این مدت کتاب ها رو آماده بکنیم برای وقتی که از قرنطینه میایم بیرون. تو خیلی از کشورها فروش کتاب به طور دیجیتالی بالا رفته، تو ایران چطور؟ ببینید، به نظر من تاثیر داشته، ولی به هر حال با این وجود خب شرکت زیادی هستن، چه داخل ایران چه خارج از کشور، ناشران الکترونیک زیادی هستن که کتاب ها رو به صورت الکترونیک در واقع از چندین سال پیش، نشر ناکجا که از سال 2012 شروع کرد، چند سال بعدش هم داخل ایران ناشرا کار کردن با چند تا شرکتی که این کتاب ها رو به صورت دیجیتال در واقع پیشنهاد میداد. اون جایی که در واقع تاثیر بزرگی داشتش روی خریدن کتاب الکترونیک وقتی بود که قیمت کاغذ کتاب خیلی گرون شد در ایران و از اونجا به بعد مردم دیگه اجباراً در واقع شروع کردن به خوندن کتاب های الکترونیک. و من فکر میکنم که حالا این مدت به خاطر اینکه این عادت شروع شده بود، به خصوص برای اونایی که حداقل کتاب خون هستن، کتاب الکترونیک راه حل خوبی بوده. و حالا این هم هستش که خیلی ها مثلا رو آوردن به کتاب های صوتی در این مدت، خیلی ها مثلا شروع کردن به گوش کردن پادکست ها و برنامه هایی به این شکل ادبی، ولی میشه گفت که یه تأثیری در واقع به این صورت داشته. شما تو نشر ناکجا فراخوان دادید برای انتشار مجموعه داستان هایی که تو دوران قرنطینه نوشته شده. آیا مضامینی مرتبط با قرنطینه تو این مدت در بین اون چیزی که خوندید نظرتون رو جلب کرده؟ ما در واقع تصمیم گرفتیم که از این فرصت استفاده بکنیم، از اونجایی که آدما دیگه از خونهشون بیرون زیاد نمی اومدن توی کتاب فروشی ها، نمی رفتن تئاتر یا سینما، و این لحظه رو به عنوان یک لحظه تأمل، یک لحظه ایستادن خواستیم نگه داریم و ثبت بشه. حالا بیشتر آدم هایی که عادت به هر حال به نوشتن دارن، حالا چه قبلا چاپ کرده باشن یا نکرده باشن، و میتونن در این لحظه که یک لحظه ایست هست، شاید یه جورایی رابطه خودشونو با جهان، جهانی که دورشون هست و اونجایی که ایستادن در واقع بتونن بنویسن و از فیلتر ادبیات بگذروننشون. در دوره کرونا خیلی علاقمند شدن که رمان و داستانهایی که مضمونشون مرتبطه با بیماری‌های همه‌گیر بخونن. شما خودتون چی پیشنهاد میکنین؟ من راستش اثری رو که پیشنهاد میکنم خیلی اثر در واقع جدیدی نیست، یعنی همه احتمالاً میدونن و اتفاقا این کتاب هم تو این زمان خیلی فروش رفت، چه خارج از ایران چه داخل ایران. اثریه که به نظر من اصلا خارج از داستانه، رابطهش با پاندمی و ویروس، حتما باید این اثر رو خوند. یعنی من معتقدم که
کلن این اثر در واقع یک استعاره‌ای هست درباره موقعیت ما امروز در ایران، و همیشه خیلی متعجبم که چرا انقدر تعداد کمی این کتاب رو خوندن، چون هم یک شاهکار ادبیه و همین که واقعا به ما کمک میکنه که بهتر موقعیت خودمون رو بفهمیم. و این کتاب خب مسلماً طاعون آلبر کاموست، یعنی به نظر من طاعون آلبر کامو خارج از تمام داستانی که توش هست درباره طاعون سیاه، استعاره مهمیه درباره اینکه چه چیزی و چه اتفاقی برای ما افتاد و چه جوری ما پذیرفتیم که یک بیماری به این شکل در واقع وارد ما بشه و هیچ راهی نداشتیم و راه حل برای فرار چی هست، و به قول کامو چه جوری چی کار میشه کرد با این طاعونی که درون قلب‌های ماست. ممکنه چند خطی از یکی از متن‌های ادبی که تو این دوران نوشته شدن رو شما هم دوست داشتید برامون بخونید؟ من یه متنی رو انتخاب کردم، یه متنی که یک در واقع هنرمند فرانسوی، یک زن به اسم ماری آنیس ژیلو، یک رقصنده زن که رقصنده اپرای پاریس هست، یه متنی رو توی این زمان قرنطینه نوشته بود که من خیلی دوست داشتم، و یه مونولوگی می‌نویسه که خطاب به بدنش هست، خطاب به تنش هست، و اونو من یه بخشای کوچیکش رو براتون ترجمه کردم که بخونم. بدان که من تو را با این وجود هرگز فراموش نکردم، حتی رهایت نکردم، فقط تو را معلق گذاشتم. تعلیق این مزیت زناشویی ماست. من و تو باز دوباره همدیگر را خواهیم دید و به روزمرگی های ضروری من باز خواهیم گشت. دلم می خواهد گرت بزنم، غافلگیرت کنم، دورانت کنم، تو را بپروازانم. ای شیرین من، ای منقبض من، ای قهرمان من، ای زیبا پرست من، ای وجود من، ای تن عزیز، همیشه دوستت دارم، منتظرم باش، من باز میگردم. با تعطیلی سالن‌های تئاتر در خیلی از کشورها، بعضی از گروه‌های تئاتری فیلم اجراهای قدیمیشون رو آنلاین نمایش دادن یا در شبکه‌های تلویزیونی پخش کردند. طرفداران اپرا و رقص هم که معمولاً باید بلیط‌های گرون می‌خریدن، در دوران کرونا تونستن تو خونه‌شون خیلی از آثار بزرگ رو رایگان یا با هزینه خیلی کمتر از هر کجای دنیا ببینند. یکی از کمپانی‌های تئاتری مهمی که هر هفته فیلم کامل یک نمایش رو به مدت یک هفته روی کانال یوتیوبش قرار میده، تئاتر ملی بریتانیا است. یکی از کارهای پربینندش اجرای فرانکنشتاین با بازی بندیکت کامبربچ و جانی لی میلر بود که در عرض یک هفته 2 میلیون بار دیده شد. این اجرای پرطرفدار دنی بویل، کارگردان انگلیسی، اقتباسی از رمان معروف مری شلی که در قرن 18 نوشته شده. وقتی که گذشتم، اتوبوسی به نام هوس، شاهکار تنسی ویلیامز با بازی درخشان جیلیان اندرسون آنلاین شد. Well, they must not understood what number I wanted. What number you looking for? 632. در این مدت فرصت تماشای تئاترهای موزیکال معروف رو هم از دست ندید. برای مثال این روزها هر جای دنیا که باشید میتونید از دیدن آثار اندرو لوید وبر، آهنگساز شهیر بریتانیایی، لذت ببرید. کافیه بدونید هر جمعه به مدت 48 ساعت روی یک کانال یوتیوبی با عنوان نمایش باید ادامه پیدا کند، امکان تماشای یک کار جدید وجود داره. برای مثال اجرای شبح اپرا با بازی رامین کریملو، بازیگر و خواننده ایرانیال اصل در نقش شبح، و سیرا بوگس در نقش کریستین. And you live as you've never
این دو بازیگر که چند هفته اول قرنطینه به گفته خودشون شوکه شده بودن و صداشون در نمی اومد، وقتی متوجه شدن که این داستان قرار ادامه پیدا کنه، تصمیم گرفتن به جای صحنه از خونه برای هم بخونن. به این ترتیب در این ایام به لطف دنیای مجازی رابطه هنرمندا با مخاطبشون قطع نشد و امکان آنلاین دیدن نمایش‌ها حتی تماشاگرای جدیدی رو همراهشون کرد. اگرچه در دراز مدت بعیده این همراهی مجازی بتونه جای مخاطب حی و حاضر رو که ذات آفرینش نمایشیه بگیره. با همین دغدغه ها هم بود که بعضی از تئاترها به جای اینکه به آنلاین کردن آرشیوشون بسنده کنن، سعی کردن ارتباطی خلاقانه تر با مخاطب بگیرن. یکی از اونها تئاتر کلین پاریس بود. ما دنبال این نبودیم که آرشیو تولیدات قبلیمون رو آنلاین کنیم. این قضیه برای ما مهم بود چون مثل هر تئاتر خلاقی فکر میکنیم که باید تخیل هنرمندا رو به کار بندازیم پیش از اینکه کارشون رو مخاطب ارائه کنیم. Lettre 12, Uzbek au même Ispahan. Tu as vu, mon cher Mirza, comment les troglodytes périrent par leur méchanceté même et furent les victimes de leurs propres injustices. یکی از کارهای جذاب تئاتر کلین این بود که از بازیگرایی از نسل‌های مختلف خواست که هر کدوم یکی از نامه‌های کتاب نامه‌های ایرانی مونتسکیو رو بخونن. این رمان مجموعه نامه‌های تخیلی اوزبک و ریکا، دو مسافر ایرانی در قرن 18 که از فرانسه با اقوامشون در ایران مکاتبه می‌کنن. دلیل انتخاب کتاب نامه‌های ایرانی این بود که سال 2021 300 سالگی چاپ این اثره. و از اون مهمتر این که وقتی مونتسکیو این رمان رو مینوشت، به دلیل شیوع بیماری طاعون در جنوب فرانسه نصف کشور در قرنطینه بود و مکالمه از طریق نامه نگاری به پدیده همه‌گیر تبدیل شده بود. Laisse parler Espagne. Ne me défends que devant ceux qui m'aiment. Laisse à mes ennemis leur interprétation maligne. Je suis trop heureux que ce soit le seul mal qu'ils me puissent faire. On parle de moi à présent. Peut-être ne serais-je que trop oublié et que mes amis... Non, Rustan, je ne veux point me livrer à cette triste pensée. Je leur serai toujours cher. Je compte sur leur fidélité comme sur la tienne. بریم سراغ دنیای سینما. سینماها تعطیل شدند، فیلمبرداری‌ها خوابیدند و اکثر جشنواره‌های سینمایی از جمله جشنواره کن لغو شدند. دست‌اندرکاران سینما در خیلی از کشورها به تقلا افتادند تا راه‌هایی پیدا کنند برای ادامه حیات این هنر در ماه‌هایی که جهان با موزل کرونا دست و پنجه نرم می‌کنه. یکی از پیشگامان این چالش جشنواره ویزیون دو روئل سوئیس بود که یکی از مهمترین جشنواره‌های سینماییه. این جشنواره اعلام کرد که به صورت آنلاین برگزار میشه. از قضا 5 فیلم از کارگردانان ایرانی هم در این جشنواره حضور داشتند. یکی از این آثار فیلم خانه ساخته افسانه سالاری بود که در بخش مسابقه مورد تقدیر هیئت داوران هم قرار گرفت. با افسانه سالاری صحبت کردیم و ازش پرسیدیم که تجربهش در شرکت به صورت آنلاین در این جشنواره چه بوده؟ خب این اتفاق در وهله اول بسیار اتفاق ناخوشایندی بود، به خاطر اینکه به لحاظ روانی حداقل خود من و فکر می‌کنم فیلمسازای بسیاری احتیاج دارن که فیلم رو برای اولین بار روی پرده و در کنار تماشاگراشون ببینن. این یک جورایی به تو این حس رو القا می‌کنه که اون پروژه تموم شده، اثر هنری بالاخره تموم شده و تو به عنوان فیلمساز حالا می‌تونی در جایگاه تماشاگر قرار بگیری و فیلم رو ببینی و کمک می‌کنه برای اینکه بتونی این پرونده این پروژه رو توی ذهن خودت ببندی. وقتی این اتفاق نمیفته، وقتی اون لحظه به خصوص تو حضور نداری که فیلم رو به صورت فیزیکی روی پرده ببینی در کنار دیگران، خب طبیعتاً بستن این پرونده هم تا اندازه سخت میشه و برای من واقعا سخت بود. فستیوال های زیادی و ایونت های زیادی در سراسر دنیا کنسل شدن و همین که به هر حال فستیوال ویژن دوغل برگزار شد با کیفیت خیلی خیلی خوبی، بیش از اون چیزی که من فکر می‌کردم انجام شد، خب خودش یک اتفاق مبارکی بود. به هر حال آدم‌های زیادی توی خونه بودن
که وقت این رو داشتن که فیلم رو هم نگاه بکنن و فیلم خیلی زود سولد اوت شد و در نهایت اتفاق بامزه‌ای که افتاد این بود که یک سری آدم‌ها خودشون من رو پیدا کردن، یه سری آدمایی که توی خونه هاشون فیلم رو دیده بودن به طرق مختلف از روی حالا پروفایلم تو شبکه‌های اجتماعی من رو پیدا کردن و برای من نوشتن و خب این برای من خیلی ارزشمند بود به خاطر اینکه اولین فیدبک هایی بود که راجع به فیلم میگرفتم و همین که این آدما این نیاز رو توی خودشون دیده بودن که بخوان راجع به فیلم صحبت بکنن به نظر من اتفاق خیلی خیلی خوبی بود. آزم خانم یه کوچولو بیان چپ. آها. در رفیقی. چند روز دیگه از مرز رد میشم. مرزی که برای خیلی از افغانستانی‌های اینجا مثل کابوس. فیلم خانه یا دسیلویت داستان یک خانواده افغانستانیه که نزدیک به 14 هست که در ایران زندگی میکنن و در حقیقت داستان پسر جوان خانواده رو دنبال میکنه که به زودی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل میشه و تصمیم گرفته برای ادامه زندگی و کار به افغانستان برگرده، کشوری که هیچ وقت اونجا رو ندیده. در این حال برای پدر و مادر محمد تقی که نزدیک به 40 سال پیش از افغانستان و به خاطر جنگ به ایران مهاجرت کردن، این تصمیم غیر معقول و خطرناکیه و سفر محمد تقی باعث میشه که تبعات جدیدی هم برای خانواده به وجود بیاد. یک جماعت بزرگی از این انفجار شمار زیادی از جوانان و کسانی را که برای پرستش را کرده بودن زخمی ساختن و احتمال کشته شدن این راه پیمایان هم میره ولی مشخصا چند نفر کشته و زخمی است. ساختن این فیلم خیلی وابسته به تجربه زیسته خود من بود به عنوان مهاجر و دانشجو در اروپا. من خودم سال 2011 برای تحصیل به اروپا مهاجرت کردم و تجربه‌ای که خودم داشتم از زندگی توی یک جامعه دیگه به عنوان شهروند درجه دوم باعث شد که نسبت به مهاجرین که توی ایران زندگی می‌کنند حساسیت بیشتری پیدا بکنم، خصوصاً کامیونیتی دانشجوهای افغانستانی که علارغم مشکلاتی که داشتن تونستن به هر حال دانشگاه برن، موفق باشن. تونستم با دانشجوهای دانشگاه تهران ارتباط بگیرم و خب با محمد تقی کاراکتر فیلمم آشنا شدم و محمد تقی من رو به خونه‌شون برد و همونجا بود که متوجه شدم که معماری این خانواده و روابطی که بین اعضای این خانواده برقراره و حتی لوکیشن خونه اونها یک بستر مناسبی هست که من میتونم قصه بسیاری از مهاجرین افغانستانی توی ایران رو از طریق این قاب معرفی بکنم. یکی از مهمترین دلایلش هم این بود که توی این خانواده سه نسل زندگی میکنن، پدر و مادر، بچه‌ها و نوه‌ها، که میتونست یک جوری نماینده قصه های متفاوت از اقشار مختلف افغانستانی‌ها باشه. میآید از آن سوی خیالات خیابان، در ذهن خیابان همگی سر و چنار است. مریم چقدر سر چی اندازه بهار است. روی هم رفته کلن فیلم سازی مستند برای من علارغم تمام مشکلاتی که داره حرفه بسیار مطبوع و لذت بخشیه، به خاطر اینکه دوربین مستندساز بهش این اجازه رو میده که جاهایی رو بره یا با آدمهایی در ارتباط باشه که شاید اگه تو شغل دیگه بود یا شاید تو زندگی عادی نمیتونست این ارتباط رو برقرار بکنه باهاشون. و برای من به صورت کلی این که بتونم به بهانه این دوربین و به بهانه تعریف کردن این قصه با کامیونیتی در ارتباط باشم که اصلا نمیشناختم، خب خودش لذت بخش‌ترین بخش کار بود. وقتی فیلمو بردم و با هم فیلمو نگاه کردیم بسیار بسیار اتفاق عجیبی افتاد. خب خانواده خیلی خوب با این ارتباط برقرار کردن، پدر خانواده خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود و به من گفت و به هر حال برای من مثل یه آلبومی درست کردی از 3 سال آخر زندگیم در قالب یه فیلم و در قالب یه قصه‌ای که خب برای خودم هم جالبه. و خب فکر می‌کنم برای یه فیلمساز شاید این بهترین اتفاقی باشه که بتونه بعد از پایان فیلمش بیفته، خصوصا بعد از طی کردن زمان به این طولانی، اینکه تو ببینی که کسایی که توی فیلم هستن از فیلم راضین و میتونن باش ارتباط برقرار بکنن، فکر می‌کنم از هر چیزی مهم‌تره. واسه پیشتانش که رفتم ثبت نام کنم که زمان ما واسه پیشتانش که ثبت نام نکردن، یه 2 سالی میشد. گفت که واسه حتما ثبت نام نداری. آیا شرطه؟ شانس ما همینجوری شد دیگه، وگرنه
حالا دیگه ما که همینجوری داشتیم درس میخوندیم دیگه، ایامش هم میدادیم دیگه، پیشتنشگاهیش هم میخوندیم. امیدوارم که فیلم تو ایران نمایش داده بشه، امیدوارم که فیلم تو ایران دیده بشه و اون تأثیری که باید بذاره چه در ایران و چه در هر کشوری که اون کشور میزبانه و یک کامیونیتی داره مثل کامیونیتی که ما تو ایران داریم از افغانستانی ها، دیده بشه و از خلال دیدن این فیلم دیالوگ هایی به وجود بیاد که لازمه برای اون اجتماع. بیگانه غریب و ملکی بیگانه غریب، بیمارم و بیکسم ندرمم نتبیر، کو مادر و دادر که دعای خانه، بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب، بیگانه غریب و ملکی بیگانه غریب. ممنون که با ما بودید. یادآوری میکنم که مثل همیشه تماشا رو میتونید روی وبسایت و یوتیوب بی بی سی فارسی هم ببینید. گزارشاش رو هم میتونید روی تلگرام و اینستاگرام بی بی سی فارسی دنبال کنید. تا برنامه بعدی، خداحافظ.